بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث دین باوری. بحث به امامت رسید و در امامت به امامت وجود نازنین و مقدس امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. در بحث پیرامون حضرت رسیدیم به مسئله طول عمر و غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. مسئله غیبت اون حضرت، خداوند متعال جلت عظمتو به حکمت بالغه خود اراده کرده که مدتی اون عزیز در پس پرده غیبت به سر ببرند و حالا اسرار این غیبت چیست خدا میداند. اموری نقل میشه از جمله این که امتحانی است برای مردم، اما اون عزیز بسان خورشید از پس ابر نور علم و حرارت ایمان رو در دلهای اهل ایمان حفظ خواهد فرمود و فریادرس درماندگان و ضعیفان در هنگام درماندگی خواهد بود و ثابت هم هست که عالم حسی به خاطر او برپاس و سفره عالم به یمن و برکت او برجاست. عرض شد که در مباحث امامت اشاره‌ای داشتیم، بعد این سال باز اشاره دیگه‌ای داشته باشیم. عقل میگوید انسان وقتی که مهمانی رو دعوت میکنه به نسبت شأن اون مهمان برنامه پذیرایی رو آماده میکنه. هرچه اون مهمان پیش انسان عزیزتر باشه، انسان تلاش بیشتری میکنه برای اینکه اون برنامه پذیرایی در شأن او باشه. این سفره عظیم هستی برای کی بنا شده؟ اینجاست که عقل در فکر میره، انسان در فکر میره، در تأمل میره و بعد که مراجعه میکند به احادیث، به روایات و معرفت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو پیدا میکنه، میگه بله، به خاطر این مهمانان عزیز خدا هستن که این بساط و این مهمانی عظیم در این کره برپا شده از نعمتهای الهی، از انواع و اقسام نعمتهای الهی. ولعجل آن انوار الهی است یک مهمان عزیزی که بر انسان وارد میشه، ممکنه با او 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر هم باشن، تمام اونها هم اکرام میشن لعجل اون عزیز و لعجل اون بزرگ. ولی اونها در خور احترام مهمانی هم نباشن، ممکنه انسانهای بدی هم باشن. به برکت وجود اون عزیز است که کفار در این عالم میخورن و می آشامن و نفس میکشن و حیات دارن لعجل اوست و تمام عالم مهمان سفره اون عزیزن. لذا طبق نصوص این امر قطعی و مسلم است که خدای متعال به برکت اون عزیز عالم رو حفظ میفرماید و خلایق رو روزی میده. نسبت به فواید وجود نازنین و مقدس امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و وظایف مردم در عصر غیبت اون حضرت، نسبت به فواید وجود اون عزیز، بقای عالم و برقراری عالم امکان، امان اهل زمین، فریادرسی گرفتاران و برآوردن حاجات مردم، نسبت به مورد اول امام زمان اگرچه از نظرها پنهان هستند و قسمتی از برکات وجود مقدس اون عزیز که به ظهورشون بستگی دارد از مردم گرفته شده، اما برکات و فواید عظیمی به واسطه وجود ایشان هرچند از پشت ابر غیبت به جهانیان میرسد که از جمله آنهاست بقای عالم و برقراری عالم امکان به برکت وجود اوست و چنانچه ثابت است که اگر حجت الهی نباشد از زمین اهل خود رو در کام فرو میبرد. در این ما احادیث و روایات بسیاری داریم، از جمله از امام باقر سلام الله علیه
لو بقیت الارض یوما واحدا بلا امام منا لساخت الارض با اهلها. یک روز زمین بدون امام نمیتواند باشه. اگر یک روز امام در روی این زمین نباشه، زمین اهلشو فرو میبره، جهان منهدم میشه و خدای متعال به اشد عذابش خلایق رو عذاب میکنه. این همه تمرد، این همه گناه، این همه معصیت در روی کره زمین به چه جهت مهلت داده شدن؟ به چه جهت دارن زندگی میکنن؟ به چه جهت حیات دارن؟ لاجل اون عزیزه. و حضرت در ادامه میفرمایند به جهت اینکه خدای متعال ما رو حجت خودش در زمین قرار داده و امان در زمین برای اهل زمین به وسیله به برکت وجود خلیفت الله هست که عالم قرار داره و خلایق حیات دارن. دومین نکته پیرامون فواید وجود نازعین امام زمان، همچنانی که وجود مبارک جد اطهرش وسیله رفع عذاب بود از خلق، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خداوند به پیامبرش خطاب میکند، خداوند آنان را عذاب نمی کند وقتی تو در میان آنها هستی، یعنی وجود تو مایه امن و امان است، مایه حفظ حتی دشمنان و کفار از عذاب الهی است. همچنین وجود مسعود اون امام غایب و آخرین وصی پیامبر نیز وسیله رفع عذاب، چنانچه حضرتش در حدیثی فرمودن و انی امان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السما، همچنانی که ستاره ها امان برای اهل آسمانند، من امان برای اهل زمینم. واقعا چقدر ما فکر میکنیم این ولی نعمتمون، این عزیز و این خلیفت الله که سر حیات ما، سر بقای ما، نفس کشیدن ما، تمام برکاتی که از اون بهره میبریم به خاطر گل روی وجود عزیز زهرا سلام الله علیها است. باز از فواید اون عزیز فریاد رسی گرفتاران و برآوردن حاجات مردم و حل مشکلات آنها، چنانچه بسیاری به واسطه توسل به ذات مقدس اون حضرت از گرفتاری و رنج و بلا نجات یافتند. مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه، استاد عاشق عباس قمی، کتابی دارند نجم الثاقب، کسانی که توفیق تشرف پیدا کردند، کسانی که حاجت گرفتند، کسانی که با توسل به این وسیلت الله و ابتغوا الیه الوسیله، و ایشان وسیله هستن به سوی خدای متعال. چه بسیاری از امراض صعب العلاج که حالا باز در این باب بحث مفصلی است، یک سری شرایط عامه لازم داره. بله واقعا انسان توجه پیدا کنه به اون خلیفت الله، دیوار مانع از رؤیت او نیست، مکان مانع نیست، دل اگر واقعا پرواز کرد، روح اگر پرواز کرد و با اطمینان و یقین اون عزیز رو انسان بخانه، او رو واسطه خود و خدای متعال جلد عظمتو قرار بده، آن وقت ببیند آیا اثری میبیند یا نه. بعد هم وقت ممکن است مصلحتی باشه، شده است کسانی که تشرف پیدا کردن و محضر اون عزیز، خود حضرت فرمودن این فقری که مثلا از فقر نالیده، شخص بیماری جسمانی داشته و فقر داشته، بیماری صعب العلاج جسمانیش و امام به اذن خدای متعال شفا دادن و خوب شده، اما حضرت به او فرمودن که این فقر مصلحت دین توست، مسئله هست، اما عموما انسانهای بسیاری گرفتاری هاشون، مشکلاتشون در این باب کتاب های مفصلی نوشته شده، معجزات اون حضرت، شفا یافتگان، نجات یافتگان، که انسان وقتی رو بذاره مطالعه بکند ببیند که چه بسیار افراد از رنج و بلا به برکت اون عزیز نجات پیدا کردن. انشاءالله هم ما
امیدواریم خدا به حق آبا و اجداد گرامش به همه ما توفیق بده که انشاءالله ما موجبات رضایت اون عزیز رو فراهم کنیم و نظر لطفش انشاءالله شامل همه ما بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا یار و نگهدار شما باد.